إننا الأبطال لا نحن الرؤوس إننا للمجد أرخص من الفرنسا خالد في البر كان ليس حق في البحار كان حوتا بربروسا إننا الأبطال لا نحن الرؤوس إننا للمجد أرخصنا النفوس إننا الأبطال لا نحن الرؤوس إننا للمجد أرخصنا النفوس خالد في البر كان ليس حق في البحار كان حوتا بربروسا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندگان عزيز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باز هم با قسمت جدیدی برنامه قهرمانان خدمت شما عزیزان هستم، البته با ادامه موضوع قهرمان گذشته ما نورالدین زنگی. ما در برنامه گذشته سعی کردیم که در مورد محبت نورالدین زنگی با سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، شوق و علاقه‌ای که به زنده کردن سنت داشت و در مورد عبادت نورالدین زنگی صحبت کردیم و در مورد عبادت شب و تضرع و عاجزی در میدان نبرد با دشمنان، تضرع و عاجزی که پیش خداوند می کرد قبل از هر معرکه، پیش خدا به سجده می افتاد و با ذلت و خاری خود را با تذلل کامل پیش پروردگار از الله متعال برای پیروزی مسلمانان کمک می خواست در موردش صحبت کردیم. حالا جا دارد که در مورد بعضی غزواتی که ایشان در مقابل صلیبی ها کردن اشارات داشته باشیم و جهادی که در مقابل صلیبی ها داشته باشد صحبت کنیم. بدون شک نورالدین زنگی یکی از قهرمانان و ابرمردان تاریخ اسلام می باشند. از زمانی که بر مسند امارت شام نشستند حدود 30 سال عمر داشتند. از همان ابتدا هم و غم ایشان این بود که چگونه صلیبی ها را از سرزمین شام برانند و چگونه سرزمین های اشغال شده اسلامی را از چنگال صلیبیان و مسیحیان نجات دهند، با شمول فلسطین که در آن وقت غصب شده بود. پس این خواب را هر عسکر از عساکر ارتش اسلامی در سر می پروراند که چگونه بتوانند قبله اول مسلمانان را از چنگال نجس مسیحیان آزاد بکنند و رها بکنند. پس ابرمرد مثل نورالدین زنگی هم حتما این خواب را در سر می پروراند تا یک روز این خواب به حقیقت مبدل شود. البته این خواب آزادی فلسطین، آزادی بیت المقدس در زمان حیات نورالدین زنگی به تحقق نپیوست، بلکه تربیت یافتی او، شاگرد او، یکی از فرماندهان او صلاح الدین ایوبی این خواب امیر خود و استاد خود نورالدین زنگی را به حقیقت تبدیل کرد و فلسطین را از چنگال صلیبی ها آزاد کرد. پس هر کسی که در مورد آزادی فلسطین و جهاد صلاح الدین ایوبی در آن عصر صحبت می کند نباید احسان و منت خدمات ارزنده نورالدین زنگی را فراموش کنیم، چون نورالدین زنگی کسی بود که مسیر این فتح را بنیانگذاری کرد، برای آزادی فلسطین کارهای زیربنایی را انجام داد، راه را هموار کرد، صلیبی ها را در معرکه های متعدد شکست داد و هیبت و
روبی را که صلیبی ها در دل مسلمانان ایجاد کرده بودند را با شکست های پیاپی نورالدین زنگی از بین برد و میخ آخر را بر پیکر صلیبی ها شاگرد نورالدین زنگی صلاح الدین ایوبی که قهرمان بعدی ما خواهد بود او کوبید. پس هر دوی اینها قهرمانانی هستند که در آزادی فلسطین از چنگال صلیبی ها نقش مهم و برازنده‌ای را داشتند. نورالدین زنگی برای آزادی زمین های اشغال شده مسلمانان توسط صلیبی ها راهکارهای داشت، تخطیطی داشت، طرحهای داشت. اولین طرحش یا اولین اقدامی که او میخواست بکنه این بود که امارت رها، شهر رها را که پدر نورالدین زنگی از صلیبی ها گرفته بود، صلیبی ها خواستند که پس رها را در زمان امارت نورالدین زنگی دوباره قبضه بکنند. اینجا نه تنها حمله صلیبی ها را پس پا کرد، رها را از چنگال آنها آزاد نگه داشت، بلکه در مرحله بعدی تلاش کرد که یک وحدت و انسجام میان قوت های مسلمان در آن منطقه ایجاد شود. عمرایی که در هر شهری از شهرهای شام و مصر هستند اینها یکی شوند. برای متحد ساختن این امارت های اسلامی تلاش کرد، جهود فراوان به خرج داد تا بتواند لشکر اسلام در آن سرزمین را متحد بسازد و زیر یک پرچم واحد جمع بکند تا با قوت کامل بتوانند بر صلیبی ها حمله آور شوند. و هدف سوم یا طرح سومی را که نورالدین زنگی پیش روی دست گرفت این بود که صلیبی ها را، مسیحی ها را از شهرهایی که هستن و زندگی می کنن از آنجا بیرون کند تا در آینده در حین جنگ با صلیبی ها اینها مشکل ساز نشوند. صلیبی ها را از مناطقی که بودن بیرون کرد و برای این کار بالای انطاکیه که زیر دست صلیبی ها بود بالای انطاکیه حمله کرد و انطاکیه را از دست صلیبیان نورالدین زنگی نجات داد. و همچنان همه بعدش این بود که مصر که در آن وقت زیر سلطه عبیدی ها بود، در مورد عبیدی ها صحبت کردیم زیاد، عبیدی های رافیزی که بر مصر حاکم بودن، هم و غم نورالدین زنگی این بود که به یک صورت بتواند عبیدی ها را از مصر تمام بکنن و مصر را با شام یک جان نموده زیر یک امارت تابع خلافت عباسی باشند. و برای این کار اسدالدین شرکا که عموی صلاح الدین ایوبی بود با صلاح الدین ایوبی به سوی مصر فرستاد. اینها رفتن در مصر، اولا با جهد و جهودی که کردن خود را در حکومت و در دولت عبیدی شامل کردن، حتی به درجه وزیر هم اسدالدین شرکا به درجه وزیر خلیفه عبیدی ها یا حاکم عبیدی ها رسید. اما سپس بعد از اینکه در آنجا قوت گرفتن، حکومت عبیدی ها، دولت عبیدی ها را کلن از بیخ برکندن و مصر و شام تحت یک پرچم به سرکردگی نورالدین زنگی تابع خلافت عباسیان شد. اینجا حمله های صلیبی، حمله دومی صلیبی ها که صورت گرفت بالای شام و در آن حمله بر شام صلیبی ها شکست خوردن، در شکست صلیبی ها در این حمله نقش برازنده ای را قهرمان ما نورالدین زنگی همراه برادرش سیف الدین غازی انجام دادن. کارنامه از کارنامه هایی است که در تاریخ زندگی نامی این دو برادر ثبت است که در شکست صلیبی ها در شام
در حمله دومشان که به سرکردگی لوئیس هفتم و کانراید سوم صورت گرفته بود، اینها شکست دادند و در آن شکست اینها سهیم بودند با همراهی لشکرهای دیگر اسلامی. و صلیبی ها بعد از این شکستی که خیلی شکست فظیح بود، شکست بزرگی بود برای صلیبی ها، راه حمله بر جاهایی که صلیبی ها قبلا اشغال کرده بودند از بعد از همین شکست آسان شد و مسلمان ها توانستند یکی بر دیگری شهرهای خود را از چنگال صلیبی ها نجات دهند. و در پیروزی مسلمانان در مقابل این حمله دومی که صلیبی ها انجام داد و در اینجا صلیبی ها شکست خوردند و مسلمانان و خصوصا نورالدین زنگی بعد از این شکست صلیبی ها فوراً برای دمشق اشغال شده صلیبی ها بود، از فرصت استفاده کرد، دید که صلیبی ها اینجا شکست خوردن، اما رعب و خوف و دردبی که در دل مسلمانان ایجاد شده بود و از بین رفته، بالای دمشق حمله کرد و دمشق را از چنگال صلیبی ها نجات داد. و بعد از سقوط دولت فاطمی در مصر که توسط صلاح الدین که او هم فرمانده نورالدین زنگی بود، عبیدی ها وقتی که کلن از مصر بسترشان جمع شد، کارشان تمام شد، مصر و شام به عنوان یک امارت مستقل تحت امارت نورالدین زنگی در آمد. و بعد از نورالدین زنگی که صلاح الدین ایوبی امیر این دیار شد و آن راهکارها و طرحهایی را که نورالدین زنگی در زمان خود انجام داده بود، صلیبی ها را در شهرهای متعدد شکست داد، مسلمان ها را متحد ساخت و در حمله دوم صلیبی بر شام که صلیبی ها شکست خوردن، اینجا راه برای صلاح الدین ایوبی قهرمانی از قهرمانان اسلام هموار شد و توانست که بیت المقدس و قبله اول مسلمانان را از چنگال صلیبیان نجات دهد که انشاءالله در وقت خودش که در مورد صلاح الدین ایوبی صحبت میکنیم در آن مورد صحبت خواهیم کرد. پس اساس آزادی بیت المقدس، اساس آزادی فلسطین، بنیاد این فتح و پیروزی عظیم را ابرمرد ما، قهرمان این برنامه ما، نورالدین زنگی گذاشته بود که ما نمیتونیم او را فراموش بکنیم. اینجا یک چیزی که قبلا بارها اشاره کردم، اختلاف میان صلاح الدین ایوبی و نورالدین زنگی بدون شک خیلی فطری و طبیعی است. میان دو برادر هم بعضی وقت اختلاف دیدگاه پیدا می شود، میان پدر و فرزند اختلاف رخ می دهد، میان دو عالم اختلاف رخ می دهد، میان دو مهندس اختلاف رخ می دهد، در کل میان دو انسان اختلاف رخ می دهد و اختلاف یک امر طبیعی هست. اما بعضی ها آمدن اختلافی که میان نورالدین زنگی و صلاح الدین ایوبی شاید یک بار صورت گرفته باشد، اختلاف دیدگاه در یک مسئله کرده باشند و بعد از او تمام شد و رفت. او هم میگوید که در یک حمله که میخواست بالای صلیبی ها انجام دهد، از صلاح الدین ایوبی خواست که به اونجا برسد، خودش از شام میرود و صلاح الدین از مصر باید بیاید. وقت را تعیین کردن، بر وقت محدد نورالدین زنگی اونجا میرسد و صلاح الدین ایوبی به آنجا رسیده نمیتواند. از اینجا نورالدین زنگی کمی ناراحت شد، وقتی که برگشت به مصر رفت گفت ما موعد داشتیم که اونجا برسیم با هم بالای صلیبی ها حمله کنیم، چرا تأخیر کردی؟ صلاح الدین ایوبی هم عذر خود را داشت، گفت اینجا مشکلات ایجاد شده بود که من نتانستم بر وقت برسم. این یک سوی تفاهم یا یک مشکل جزئی که میانشان رخ داد و حل شد و رفت تمام شد، این را بعضی آمدن بزرگ نمایی کردن، از جمله کسایی که این را خیلی بزرگ نمایی میکنن و بالای نورالدین زنگی عقده گشایی میکند، ابن ابی طی هست. ابن ابی طی کی هست؟ ابن ابی طی پدرش از یکی از سران یا از فرماندهان معروف عبیدی ها بود. ابن ابی طی پدرش را نورالدین زنگی خو همراه کل عبیدی ها که
اساس و ریشه آنها را از شام و مصر برچیند. ما از این روافیزی که نورالدین زنگی آنها را ختم کرد، دولتشان را سقوط داد، از اینها چی توقع کنیم که بیاین نورالدین زنگی را مثل که ما یک قهرمان میدانیم، یک ابرمرد میدانیم، ابرمرد معرفی بکنن؟ ابدا این کار را نمی کنن. دشمن دشمنی خود را می کند، عداوت خود را می کند. پس در میان نورالدین زنگی و صلاح الدین ایوبی هیچ همچون مشکلی که اینها حرف می زنن و نمی فهم میانشان حسد بوده و نورالدین زنگی چشمی دیدن نداشت که لیاقت های صلاح الدین ایوبی را ببیند. این حرف های بیهوده است. نورالدین زنگی بالاتر و بزرگتر از این حرف هاست که کسی در موردش فکر بکند یا بزند، بلکه بالعکس روابط خیلی خوبی داشت. اسدالدین شرکو که عموی صلاح الدین ایوبی بود، او را به مصر نورالدین زنگی فرستاد، امیر مصر مقرر کرد، صلاح الدین را هم سپس دنبالش فرستاد که مصر را از چنگال عبیدی ها نجات دادن و احترام خاصی به خانواده صلاح الدین ایوبی داشت. و صلاح الدین ایوبی نیز بعد از نورالدین زنگی که بر مسند امارت میشیند تابع فرزند نورالدین زنگی بود. نورالدین زنگی فرزندش امیر بود و یکی از سپاهیانی از او، یکی از امرای از او در مصر صلاح الدین ایوبی بود و بعد از وفات فرزند نورالدین زنگی صلاح الدین ایوبی امارت را به عهده میگیرد. پس در میان این دو ابرمرد هیچ مشکلی نیست، هیچ اختلافی نبود، سوء تفاهمی که رخ داده بود در همان وقت رفع شده بود. پس کسی آمده این گونه سعی نکند که بر ما این قهرمانان ما را این گونه جلوه دهند که اینها با یکدیگر حسد میکردند، با یکدیگر همچشمی داشتند. نه خیر، در مورد این قهرمانان ما، این کسایی که تمام زندگی خود را برای جهاد فی سبیل الله وقف کرده بودند، همچون تصور، همچون گمان کردن گناه بزرگی است. هیچ مسلمان باید چنین فکری نداشته باشد. در آخرین موردی که میخواهم اشاره بکنم، بارها اشاره کردم که یکی از لقبهایی که به نورالدین زنگی داده شد، او را منقذ قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم میدانند. داستان چنین است که نورالدین زنگی در خواب میبیند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برش میگوید ای نورالدین، ای محمود، من را از این دو نفر نجات بدی. دو نفر را پیش رویش نشان میدهند، میگوید ای نورالدین، من را از این دو نفر نجات بدی. فردا میشود پیش علما خواب خود را ذکر میکند. یکی از علما میگوید که قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در خطر هست و این خواب نمایانگر این است که باید تو رفته قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را از شر آن دو نفری که در خواب دیدی نجات بدی. نورالدین زنگی از شام بلند می شود و به مدینه منوره تشریف می آرد. در مدینه منوره مهمانی را براه می اندازد و اعلان می کند که تمام ساکنان شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم باید در این مهمانی شرکت کنند. هیچ کسی بلا استثناء حق ندارد که از حضور در این مهمانی منصرف شود. باید تمامی ساکنان شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مهمانی حضور یابند. همه حاضر می شوند. اینجا نورالدین زنگی پرسان می کند که آیا کسی باقی مانده است؟ می گویند نه، کسی باقی نمانده است، فقط دوتا عابد در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم مصروف عبادت هستند که اونها به این چیزها علاقه ندارند. میگویند نورالدین زنگی میگوید بروید آن دو را بگویید که بیایند. میروند میگویند که بیایید شما هم. آنها میگویند نه، ما دو اجنبی هستیم، از مغرب اینجا آمدیم، ما به مهمانی و این چیزها علاقه نداریم، مصروف عبادت و زهد خود هستیم. اینجا نورالدین زنگی مجبور میکنند که بروید آن دو را هم بیارید. میروند این دو را میارند. وقتی که میارند این دو نفر را، نورالدین زنگی وقتی که میبیند همان دو نفری که در خواب دیده بود و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفته بود که من را از این دو شخص نجات بدی، همان دو نفر گفت
چی گپ از شما اینجا چی کار هستید چی میکنید؟ گفتن ما دو مغربی هستیم، از مغرب اینجا آمدیم و مصروف عبادت هستیم و در مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت میکنیم. اینجا نوردین زنگی پرسید که شما کار دیگه نمیکنید؟ گفتن نه. اینجا اینها را گوشه کردن و افراد خود را امر کرد که یک چند تا زده شوند. وقتی که اینها را یک چند تا که زدن، فوراً به جرم خود اعتراف کردن که ما در فلان جای مدینه زندگی میکنیم. از آنجا نفق کنده بودن و به سوی قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم میامدن که جسد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را از اینجا ببرن. از داخل آن حوالی که در آن زندگی میکردن، خانه که زندگی میکردن، تونل کنده بودن که من به عربی نفق گفتم، تونل کنده بودن و از خلال این تونل میخواستن به قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم بیاین و جسد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را از اینجا ببرن. خب این دو را این دو به این جرم خود اعتراف کردن و نورالدین زنگی محب سنت، پاسبان سنت و محافظ قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، محافظ جسد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، این دو کسی که خود را به ظاهر مسلمان و زاهد و عابد جلوه داده بودند، در حقیقت مسیحی بودند، نصرانی بودند، مسلمان نبودند، می‌خواستند این قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را از اینجا ببرند و سپس به مسلمان‌ها بگویند که دین شما ناحق است، اگر بر حق است بریم قبر پیامبرتون را می‌بینیم، اگر پیامبر جسد پیامبر در قبر بود ما مسلمان میشیم، اگر نبود خلاص دین شما ناحق است. با این هدف آنها میخواستن که مسلمانان را ضربه بزنن و الحمدلله خداوند برای این کار نورالدین زنگی را انتخاب کرد و او آمد و قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و جسد مطهر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را از شر این دو مجرم و جنایتکار کافر نجات داد و هر دویشان را در مدینه منوره در شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم نورالدین زنگی سر زد و سرشان را از تن جدا کرد. در مورد این قهرمان و سایر قهرمانان اگر ما ساعت‌ها بحث بکنیم واقعا کم هست، اما وقت اجازه نمی‌دهد که ما بیشتر از این صحبت بکنیم. در همین جا داستان این قهرمان، این قهرمان از قهرمانان درخشان تاریخ اسلام را به پایان می‌رسانیم و در سال 569 هجری، در سال 569 هجری این قهرمان از قهرمانان اسلام وفات کرد. انا لله و انا الیه راجعون. و در مدرسه نوریه که قبلا گفته بودم که مدرسه نوریه یکی از مدارسی بود که نورالدین زنگی ساخته بود، در صحنه او مدرسه دفن شد و تا امروز هم قبر ایشان در دمشق در مدرسه نوریه هست. الله متعال او را از طرف ما و تمامی امت اسلامی پاداش نیک دهد. تا برنامه بعد و که با قهرمان جدیدی برمیگردیم، همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس، خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس، خالد في البر كان ليث حق، بربروسا. اذكر الصديق فخرا وابن عفان، البعر سلان والفاتيح عثمان، وابنة شفين والغازي سليمان، اسأل الرومان عنهم والفاتيح